سلام دوستان گلم، میخوام براتون نان مرجومک درست کنم. این مرجومک هستش. یه توضیحی من در مورد مرجومک بدم. من دیشب اینو با آب سرد شستم، خیس کردم، گذاشتم. یعنی یک شب خیس کردم گذاشتم و اگر شما وقت نداشتید با آب داغ، آب جوش خیس کنید و یک ساعت بذارید، بعدش چرخش کنید. 4 عدد تخم مرغ داریم، اینو بهش اضافه میکنم. مثل مواد کیک شدش، یعنی آرد مرجومک شد در واقع. اینو میریزم داخل یه سطح بزرگتر. صد میلی لیتر ماست داریم، ماست رو بهش اضافه میکنم. اگر لازم شد من دوباره ماست بهش اضافه میکنم. یه قاشق غذاخوری شیرینی خشک ریختم، یه قاشق غذاخوری گشنیز خشک ریختم و داخل همین قاشق سبزی یه قاشق سرخالی نمک. شما میتونید بهش شکر اضافه کنید که بشه کیک، اما من شکر بهش اضافه نمی کنم، نون درست میکنم باهاش. خواستید شکر اضافه کنید، 50 گرم شکر کافی هستش. 50 گرم. الان من روغن مایه رو بهش اضافه میکنم. و خوب مخلوط میکنم. یه قاشق چای خوری وانیل، یه قاشق غذاخوری بیکینگ پودر بهش اضافه میکنم. بیکینگ پودر رو همینطور مثل من در آخر اضافه کنید که نونتون قشنگ پف بکنه. این نون دیگه مایه خمیر لازم نداره، چون هم تخم مرغ زیادی داره، همین که بیکینگ پودر بهش اضافه کردم. فرو من از همین الان، یعنی 10 دقیقه قبل، به درجه 250 گرمش کردم. زمانی که این نون رو میبرم میذارم داخل فر، درجه فر رو میارم رو 150. مدت پخت این نون 20 دقیقه هستش. خب دیگه اینو کاملا روغن مالیش کردم و الان این مواد رو میریزم داخل قالب کیک. اگر یه زمانی مواد نونتون شل شد، هیچ نگران نباشید، دو قاشق غذاخوری میتونید از هر آردی که خودتون دوست دارید بهش اضافه بکنید. و اگر یه مقداری دیدید که غلیظتر شده، میتونید یه مقداری ماست بهش اضافه بکنید. هیچ مسئله‌ای نداره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب من یه مقدار پنیر بهش اضافه میکنم. هم سلیقه‌ای هستش دیگه، اگه دوست داشتید این کارو بکنید، ولی خیلی خوشمزه میشه. نون مرجومک با پنیر سفید خیلی خوشمزه میشه. برای تزیین روش من از مغز تخمه استفاده میکنم، میریزم رو نونم. شما از سیاه‌چینه، کنجد، هرچی که خودتون دوست دارید، تخم کتان، هرچی که خودتون دوست داشتید بریزید و میبرم که بذارم داخل فر. دوست
دوستان نازنینم، اینم نان مرجمک آماده شدش، امیدوارم که به دردتون بخوره. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.